و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. با هم ببینیم چه اعترافاتی قطب مؤنث و مذکر در مقابل همدیگه دارن. دوستان عزیزان، تعریفی در مورد قطب ها میکنم و همچنین حرفی رو میخواستم بهتون بزنم که خیلی ها میگن که ما قطب مؤنثیم یا قطب مذکر، کی هستیم؟ من نمیدونم شما کی هستیم. معمولا افرادی که نگاه میکنن فال ها رو قطب های مؤنث هستن، خانم یا آقا. قطب ها ربطی به جنسیت دوستان نداره. خب دوستان توجه کنید، قطب مذکر شخصی هستش که مسائل مالی، مادی، خانوادگی، روابط خونی براش بسیار مهم هست. وجهه اجتماعیش که ازش خوشحال باشه، کره زمین باید بهش بگن به به، چه 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 به به، چه آدم خوبی، خدا نگهش داره واسه پدر مادرش. و واقعا خدا نگهش داره واسه پدر مادرش، خدا نصیب کسی دیگه نکنتش که بلاست. و اما قطب مؤنث دوستان پس شخصی هستش که بیشتر احساسات و معنویات سرتیتر زندگیش هستن. احساسش هر جایی که دلش بخواد اونو تو خاک و خل میکشه تا زمانی که دیگه جانی براش باقی نمانه و برای کودک درونش هیچ احترامی قائل نیست و جلوی قطب مذکر میذاره و میگه بزن تا میتوانی. خب به هر حال قطب مذکر میدونیم با این تفاسیر دوستان یک کنترل کامل بر احساسات خودش داره، این در حالی که قطب مؤنث نه، هیچ کنترلی نداره. احساساتش سرتیتر زندگیش هست و قطب نمای زندگیش هستش. میخواد بر احساسات همه کنترل داشته باشه، کی چی کار کرد، کی کجا رفت، ولی بر احساسات خودش بنده خدا هیچ کنترلی نداره. خب دوستان با این تفاصیل ببینیم چه خبر هست. ولی مثل همیشه دوستان خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو به کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. دوستان برای که انرژی های شما رو جذب کنم حتما سابسکرایبر کنین و حتما لایک کنین. عزیزان دل توجه کنین، حرفی که میخواستم در مورد این فال بزنم حتما در مورد شخص احساسیتون نیستش. ممکن هستش که خودت شما شخص احساسی نداشته باشه و میخواییم ببینین که شاکرای ریشتون که قطب مذکرتون هست کجا هست و شاکرای قلبتون و شاکرای گلوتون کجا هستش. پس توجه کنید دوستان، این فال ها با این فال ها میتونید متوجه بشه که یین و یانگ خودت شما هم کجا هستش. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت ها. و اولین این کارتی رو که براتون میکشم عدد شناسی، یکی برای قطب مؤنث میکشم و یکی برای قطب مذکر محترم یا غیر محترم. به هر حال ببینیم قطب این برای قطب مذکر بود، من اول قطب مؤنث رو میخوام بکشم. قطب مؤنث دوستان عدد 11 براش افتاد، از خودش هم داره میگذره، سبقت میگیره و قطب مؤنث داره چیکار میکنه؟ خودش رو تحت فشار میذاره و میخواد اوج بگیره در پروژه هاش و در ساخت و ساز زندگیش و میخواد از تمام استعدادهای خودش استفاده کنه و پتانسیل خودش رو به کار بگیره و اینکه بدون شک داره جلو میره و سرش رو پایین انداخته و همه چیز رو هل میده و جلو میره. آفرین. و اینکه و از دیگران هم کمک میخواد برای اینکه انگیزه داشته باشه و تمام انرژیش رو به صورت درست حسابی داره چیکار میکنه به کار میبره. عدد 11 افتاد دوستان. توجه کنید قطب مؤنث پس کاملا داره قطب مذکرش میزنه بالا و قطب مؤنث تبدیل به یک قطب مؤنث اصلاح شده شده. حالا بریم ببینیم قطب مذکر که کارت پشتش هست چه خبر هست. در قطب مذکر دوستان دارم میبینم که عدد 3 براش افتاده. میآفرینم و تبادل دارم و اینکه من احتیاج دارم که صحبت کنم در مورد سوژه‌های مختلف و دوست دارم که با دیگران هم فکری کنم، مذاکره میکنم و تجارت میکنم و اینکه دوست دارم خودم رو جلوی صحنه بذارم و دوست دارم سبکبال باشم، شادی داشته باشم توی زندگی و اینکه دوست دارم که آفرینش‌های خودم رو بیان کنم. پس قطب مذکرم دوستان در انرژی آفرینش، شادی و سبکبالی هر چیزی که از قطب مذکر میخواین که اینقدر سنگین نباشه که ته دریا بره گیر کنه دیگه، حتی کشتی های صیادی هم بیان نمیتونن از اون ته بکشنش بالا. پس بسیار خوب در انرژی های قطب مذکر هم انرژی های سبکبال هست، خوش و سبک. خب عزیزان این ور قطب مؤنث هست و این ور قطب مذکر هست. خب عزیزانی که دوست ندارن نگاه کنن، نگاه نکنین دوستان. هیچ اجباری در نگاه کردن این فال نیست و دستور لطفا ندین که این کار کن، اون کار کن، فلان کن. شما برین، هر کسی شغل خودش، حرفه خودش. خب ببینیم چه خبر هست در کارت ها دوستان و اینکه چه پیامی داره.
اولین کارتی که برای قطب مؤنث افتاد، دوستان کارت‌های قطب مذکر برای قطب مؤنث میفته. ببین پاش جای گیر هستش، قطب مؤنث نمیخواد تکون بخوره. اولا هم به چیزی وابسته هستش و هم اینکه مانعی داره و اینکه نمیخواد تکان بخوره، داره معنویاتش روی معنویاتش کار میکنه. ببین به شاخرای ریشش قطب مؤنث داره میرسه و در مقابل قطب مذکر تکانی نمیخوره. خب اون موقع قطب مذکر بود تکان نمیخورد، حالا قطب مؤنث هست که تکان نمیخوره. و دارم میبینم کاملا به فراوانی های زندگیش داره نگاه میکنه، به پول، به خانواده، مسائل داره از بعد دیگه ای داره چیکار میکنه، داره نگاه میکنه. و دارم میبینم ببین بسیار زیبا، آفرین بر قطب مؤنث، ایستادم و خوشبخت هستم، به خوشبختی های خودم فکر میکنم. در مقابل تو قطب مذکر، تو برو تجربه زندگی خودتو داشته باش. یوسف جان، زلیخا میره به زندگی خودش میرسه. خب پس توجه کنید، خوشبختی مطلق براش افتاده با ایستی که در مقابل قطب مذکر میکنه، قطب مؤنث. نمیدونم همه کارتا هستن این تو یا نه، الان فکر کنم همه هستن. خب بریم قطب مذکر چه جوری هستش، در چه انرژی هایی هست. قطب مذکر احساس بدبختی و بیچارگی میکنه. پول ندارم، عشق ندارم، خالی خالی، توهی توهی هستم. خب و دارم میدونم اینجا، ولی با همه این احوال میخواد بر زندگیش مسلط باشه، بر احساساتش مسلط باشه و شاید این احساس توهی بودن و بدبخت بودن از خودش دور کنه. هرچقدر که قطب مؤنث داره قدرت میگیره، قطب مذکر از قدرتش کاسته میشه و در یک بستگی احساسی هست و زندگی یک نواختی داره. و اینکه میگه که و اینکه دارم ببینم که اعتماد به نفسش بسیار کوچیک هستش و ترس داره، خیلی یواش یواش جلو میره، احساس بدبختی و بیچارگی در مقابل قطب مؤنث میکنه. و همچنین دارم میبینم که احساس میکنه دلش هم برای قطب مؤنث تنگ شده. هرچقدر قطب مؤنث قدرت بگیره، قطب مذکر از قدرتش کاسته میشه. خب بریم ببینیم کارت های دیگه دوستان چه حرفی در مقابل این کارت ها به همون میزنن. از این کارت ها استفاده میکنم عزیزان. نه از این کارت ها استفاده نمیکنم، از کارت آینه بینی اول استفاده میکنم. دوستان قطب مؤنث یک دوره نقاهتی داره پشت سر میذاره. خب از نظر احساسی، خب بریم ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگن. فاصله، ببین فاصله میگیره، قطب مؤنث در حرکت هست و فاصله میگیره. از چه چیزی فاصله میگیره؟ از شکستی که توی زندگیش در مقابل قطب مذکر داشته دوستان، از اون داره فاصله میگیره در واقع. بریم ببینیم کارت بعدی رو. فاصله میگیرم، حرکت میکنم و همچنین از خانهش دوستان، مسائل و درونیش با یک بعد دیگه ای داره نگاه میکنه. و برای یک سری ها از خانواده هم فاصله میگیرن، قطب مؤنث. خب به فکر یک رو در روی هستن، مسائل خانوادگی با یک فاصله دیگه ای باهاشون نگاه میکنم. خودم رو اوکی، من پای من شاید گیر باشه در مسئله، ولی اول به چهارچوب درونی خودم میرسم. و قطب مذکر هم داره کارمایی رو تمیز میکنه، کارمار رو تمیز میکنه تا به یک آرامشی برسه. برای همین هست احساس بدبختی و بیچارگی در مورد قطب مؤنث میکنه. و ببینیم کارت بعدی چی قرار نشد دست کارت بریزه. ببینیم و داره از دور 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 قطب مؤنث رو نگاه میکنه، میپاد و حتی در درون خودش هست و داره بسایل احساسیش رو بررسی میکنه. برای چی اینجوری یک بار من گیر کردم؟ حالا یکی بیاد هلم بده، از اون گل درم بیارم. و دارم میبینم که به سمت سرنوشتش داره متوجه هست که کلید سرنوشتش دست خودش هست و خودش هست که خودش رو متزلزل کرده و زندگیش رو متزلزل کرده. ببین کارتو منم جمع کنم، قطب مؤنث افتاد اینجا و به خاطر قطب مؤنث داره کارمای رو قطب مذکر در واقع داره تمیز میکنه. در حال حاضر چیزی به سمتش برگشته و خودش هم کاملا متوجه هست، هم از نظر احساسی بدبخت، هم از نظر مالی دوستان. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چه خبر هستن. کارت ببینیم دو تا کارت افتاد برای قطب مؤنث. یکی که ببینید قطب مؤنث فاصله میگیره از قضاوت بدی که در حقش شده دوستان، و به این صورت داره خودش عدالتی توی زندگیش داره به وجود میاره، قضاوت بدی که قطب مذکر در درونش کرده.
خب و خودش هم داره انرژی خود به مذکر میگیره. ببین عدالت افتاده و ترازو افتاده دوستان، یعنی که قطب مؤنث داره دو تا قطبش رو چیکار میکنه، داره هماهنگ میکنه. آفرین بر قطب مؤنث دوستان، در مقابل قطب قضاوتی که در موردش میشه، هم خانوادهش هم قطب مذکر، دارم میبینم که داره قدرت میگیره، اعتماد به نفس میگیره برای خودش. و ببینیم قطب کارت هی دارم میفتن. قطب مذکر باز هم دهن شیر لعنتیش رو بسته و اینجا نشسته، دهن شیر رو گرفتم. شیر یعنی اینجا احساسات و ترس هاش، هرچقدر که اینجا میخواد بر احساسات خودش چیکار کنه، غلبه کنه که کسی نبینه که بدبخت و بیچاره است. قطب مؤنث یه وقتی خبردار نشه، از جانب دیگه خسته هستش و اینکه خشمگین هستش. چرا؟ قطب مؤنث دیگه در خدمت احساسیش نیست و برده احساسیش نیست. و آفرین به تو میگم به قطب مؤنث دوستان. خب دیگه تا کی اصحاب کهف بدبختا؟ خب و اینم دارم میبینم اون هم میسته در مقابل قطب مؤنث، میسته به خاطر که قطب مؤنث سکوت کرده. قطب مؤنث شدیم براش یک سر، یک راز برای قطب مذکر. نمیتونه، هم خشمگین هست، هم حالا که اینجور شد من ایست میکنم، لجبازی میکنم در مقابل تو، جلوی احساساتم رو میگیرم، احساسات من خطرناک هستن. خب و جلوی جونجوناش احساسی هستش. بفرمایید، خواهش میکنم، استدعا دارم. به به، عجب آدم خوبی. قطب مؤنث این خیالش نیست دیگران چه فکر کنن، برای خودشون، خونه خودشون. به قطب مؤنث هیچ ربطی نداره. خب آدم خودش باشه تا اینکه بخواد چیکار کنه، برده یه نگاه دیگران باشه. آدم احساسات خودش، خودتون از احساسات نازنینتون دوستان محافظت کنین. خود به معنی هست از احساسات نازنینتون محافظت کنین. خب دارم میبینم حرکت مثبت به سمت جلو، به سمت نور و روشنایی. خود به معنی هست داره کار میکنه. ببین چه قدرتی گرفته، میدونه که هم قدرت داره هم معنویت داره و داره خودش رو از قطب مذکر دوستان داره میکشه کنار. کنار کشی احساسی تو خیلی من به تو علاقه دارم، چون وقتی که از قطب مذکرم بکشه بیرون دوستان، قطب مؤنث توجه کنه، با همه این احوال دوستان دارم میبینم که میدونم که احساس وجود داره، احساس که نمیشه به سرش رو ببریم بندازیم بیرون، ولی با احساس خودش مدارا میکنه. خب ببینید اینجا من تو رو دوست دارم ولی تو برای من زهر هستی، پس من خودم رو از تو دور میکنم، روی خودم کار میکنم و چشم سومش هم باز هست. خب بریم ببینیم قطب مذکر چی. قطب مذکر به فکر یک شروع احساسی هست. ببین کم کم داره عقل سر جاش میاد، ولی ببینید دچار اسکیزوفرنی شده، دو نفر در سر خودش هست این شخص. خب دچار دوگانگی هستش، میخواد به یک نقاهت قلب برسه، به یک شروع احساسی با قطب مؤنث برسه، یا پروژه که حال دلش رو خوب کنه به جای قطب مؤنث، ولی باز هم دچار دوگانگی و چنگانگی هست، ولی امید و آرزو داره دوستان که مسائل روشن بشن براش، عشق وارد زندگیش بشه، روشنایی موفقیت وارد زندگیش بشه و شادی دو مرتبه وارد زندگیش بشه. خیلی امید داره دوستان. ببینیم امید داره برای نسبت به قطب مؤنث که دو مرتبه برده و بندش بشه، ولی داره کم کم این مهار شیر از دستش در میره. خب ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی برای قطب مؤنث، بله الان دیگه قطب مؤنث هست که بعد احساسات خودش کنترل داره، احساساتش رو دستش گرفته، ترس های خودش رو دستش گرفته و ببینید مسائل رو داره بررسی میکنه، برای خودش تصمیمی داره میگیره، ولی از در ابتدای مسئله هست، یا یک سریاتون به فکر کارآموزی یا آموزش مسئله هستین، یا تحصیلتون هستین، برای اونها دارین چه کار میکنین، متمرکز میشین دوستان. و دارم میبینم که بسیار کار میکنه، میانه روی میکنه، صبوری میکنه و سعی میکنه حال خود دل خودش رو خودش خوب کنه. قطب مؤنث دوستان حتی در مکالماتش در مقابل قطب مذکر چه کار میکنه، جلوی خودش رو میگیره، پیامی نفرستم و اینگونه هست که هم مهربان هست با خودش، هم مهربان هست با قطب مذکر دوستان. اینگونه برای که باید درس بگیره قطب مذکر دوستان. خب باید درس احساسی بگیره، باید تربیت احساسی بشه.
و همینجوری نذاریم. پس جوری اون هم با خودش هم با دیگری چی هستش؟ مهربان هست. دوستان بریم ببینیم کارت بعدی چی بهمون میگه. ببینیم قطب مذکر الان دیگه فکراشو کرده، سوار اسبش هست، میخواد صحبت کنه، میخواد حرکت کنه، ولی باز هم سوار اسبش که میشه فکرش هم که کرده باشه دوستان، باز هم شک و تردید برش میداره، یه مرتبه از اسبش میاد پایین. خب بریم ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان دارم میبینم که بله، قطب مذکر بسیار حالش بد هست دوستان، احساس میکنه در عزایی هستش، خب، و بسیار داره کار میکنه، در مسئله سختی هست قطب مذکر، به فکر انگار در عزای گذشتهش هست دوستان قطب مذکر، خشمگین هست، عصبانی هستش. چرا؟ چون همه چیز داره از دستش کنترلش در میره، اونجایی که احساسش باید توی کنترلش داشته باشه داره احساسی میشه. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه از چه از این دست کارت ها استفاده میکنم. قطب مؤنث دوستان تجربه زندگی داره، تجربه داره دوستان در کارها، خب با تجربه احتیاط داره جلو میره، و اینکه داره شادی وارد زندگیش میکنه، میدونه که چگونه میتونه خوشبخت باشه. خب قطب مذکرش نه اینکه براش بد باشه، ولی خب به هر حال باید به فکر خودش باشه و داره شفا پیدا میکنه. کارت شفا یافتن. قطب مؤنث به فکر شفای زندگیش و شفای روح و قلبش هست. مگه فکر میکنین که دل شکستن آسانه؟ قطب مذکر دل شکستن که آسان نیست، مگه ظرف چینی از اون بالا بندازیم پایین هزار تیکه شد اشکال نداره جایگزینش میکنیم؟ نه، قلبی که شکست صداش کائنات رو تکان میده. خب حالا تو با این کارات باید ببین در درون خودش هست قطب مؤنث. خب ببینیم قطب مذکر دیگه چیکار میکنه بنده خدا. خب بنده خدا از کادسکو رو که فعلا خبری نیست، و دارم میبینم که هی داره فکر میکنه، میخواد پیام بفرسته ولی فکر میکنه. حالا تجزیه تحلیل بکنم مسائل رو، یه وقتی یک جایی اشتباه نکرده باشم، و داره با خودش میجنگه، داره میجنگه با مشکلاتش، میجنگه در مورد قطب مؤنث، در مورد احساساتش میجنگه، ولی باز هم دارم میبینم. ببینیم قطب مؤنث این برای من دو جام هست دوستان، و بسیار زیبا به قطب مؤنث فکر میکنه، میدونه، ولی در مقابل احساساتش میجنگه. دیگه خسته شده دوستان، دیگه خسته شده این شخص. خب بریم ببینیم که دست کارت های دیگر با هم دیگه دوستان. و خب حالا قطب مؤنث شد که شتون بود دوستان. خب قطب مؤنث به فکر شادی هست دوستان، توی زندگیش تجربه تلخی داره و مو رو از ماست دیگه میکشه و از احساسش فاصله گرفته، و شادی با شخصی دیگه در کنارش دارم میبینم. حالا شاید همین قطب مذکر باشه که فکر کرده باشه برگرده به سمتش، ولی از جانب دیگه دارم میبینم شادی داره وارد زندگیش میشه، جذابیت های خودش رو داره دستش میگیره و محتاطانه عمل میکنه در مقابل قطب مذکر. خب برای یک سریتون شادی میبینم با قطب مذکر. قطب مذکر در حال گریه کردن هست، قلب بسیار دردی داره، از درون فریاد میکشه، فکر میکنه موفق خواهد شد، با ایستادگی همه چیز دوباره مثل اول خواهند شد، ولی خسته هستش و داره از پا در میاد، و باز هم منتظر میمونه. علف زیر پای شما سبز کنه، علف زیر پای خودش سبز شده، همه رو ببینین گرفتار و اسیر کرده. دوستان توجه کنین، میگه سرنوشت چی میخواد. اگر سرنوشت بخواد همه چیز تغییر پیدا میکنه. از تو حرکت، از خدا برکت، این که فعلا علیل احساسی هست بنده خدا، و چرخ روروکش هم شکسته. خب ببینیم دو تا کارت آخر چی هست در مورد قطب مؤنث دوستان. مشکلات، کوه، موانع سر راه قطب مؤنث هست، موانعی که دوروبر داره درست میشه دوستان. موانع هست در مورد چیزی که تمام شده توی زندگیش، چیزی رو کم کرده. قطب مؤنث توجه کنید، یک سریاتون دوستان در مقابل شبکه اجتماعیتون دارین کم میکنین. به خاطر چی؟ برای که یک سری از شبکات اجتماعی و یک سری از دوستان رو میبینین مانع بزرگی در زندگیتون، در زندگی احساسی و در زندگی معنوی و درونیتون، و به درد نمیخورن. رابطه‌ای که آدم به درد نمیخوره رو میندازه بیرون.
بار خودتون رو سبک کنیم. برای قطب مذکر هم به فکر کم کردن دردش در زندگیش هست، مسائل برش روشن هست و میدونه زمان خواهد برد و داره حرکت میکنه. حرکت میکنم و میرم به سمت چی؟ به سمت خورشید. مسائل رو میخوام درست روشن کنم، میخوام خوشبخت باشم، به سمت خوشبختی میرم، درد هامو میخوام کم کنم. خب دوستان، این فردا نیست که باهاتون تماس بگیره قطب مذکر دوستان. خب حالا بریم ببینیم، من افقی خوندم و میرم عمودی براتون میخونم کارت ها رو دوستان. پس قطب مذکر دارم میبینم که قطب مؤنث مذکر، اینقدر که قطب مؤنث شبیه قطب مذکر شده که میگم قطب مذکر. قطب مؤنث دوستان هم باش جای گیر هستش، همین که حرکتی نمیکنه در مقابل مسئله، در مقابل قطب مذکر فاصله داره میگیره از قضاوت ها، از چیزهای بدی که تصمیم های بدی که توی زندگیش در موردش گرفته شدن، قضاوت هایی که شده دوستان، حرکت مثبت به سمت جلو کار میکنم، حرکت میکنم، قدرت میگیرم، قدرتمند هست، بر احساسات خودش کنترل داره، تجربه زندگی داره، به فکر شادی هست و در مقابل شبکه اجتماعیش هم اونایی که مانع هستن و مینه درست نیستن اونها رو هم داره کنار میذاره. خب دارم میرم خوشبختی مطلق در خانه قطب مؤنث افتاده دوستان و دارم میبینم که به فکر پروژه هاش هست و به فکر قطب مذکر هست که داره ازش، خودش قطب مؤنث از قطب مذکر داره فاصله میگیره دوستان. خب و اینجا دارم میبینم بسیار کار میکنه، تلاش میکنه، دوره نقاهتی رو دوبار داره میگه پشت سر میگذاره، شفا یافتن براش افتاده، مذاکره میکنه، مکالمه میکنه، یواش صبوری میکنه و دارم میبینم که قطبای مؤنث کسی داره وارد زندگیتون میشه که بسیار جذاب هست و دارم میبینم داریم بیرون یک جایی داریم میریم میبینینشون دوستان، یه سریاتون. خب ممکنه همین قطب مذکر باشه ولی من بعید میدونم، بعید میدونم با حالتی که این داشت، مگر اینکه کنفیگون بشه دوستان. خب قطب مذکر چی؟ احساس بدبختی میکنه، داره کارمایی رو چیکار میکنه؟ تمیز میکنه دوستان. بر روی احساسات خودش میخواد تسلط داشته باشه ولی باز هم دوست داره که شروع احساسی با قطب مؤنث داشته باشه. خیلی خشمگین هست، فکراشو کرده ولی باز هم داره تفکر میکنه که برای پیام دادن، برای صحبت کردن. قلبش بسیار درد هست از مسئله‌ای که توی زندگیش تمام شده ولی این مسائل براش روشن هستن. در یک بستگی عاطفی احساسی به سر میبره، مسائل داره بررسی میکنه، در ایستی هستش، تکان نمیخوره در مقابل قطب مؤنث ولی امید و آرزو داره که چی بشه، که این مشکلات تمام بشن، گرما توی زندگیش بیاد، عشق توی زندگیش بیاد. داره میجنگه برای مسائل مادی، داره میجنگه این شخص و دارم میبینم بسیار داره حرکت میکنه توی مسائل مادی. خیلی خوب، اینم از قطب مذکر محترم. و اما بریم ببینیم که دیگه، ببینیم دیگه فعلا جون جون جوناش این دور بر نبودن، خدا رو شکر. خب ببینیم از نظر احساسی قطب مؤنث و مذکر به چه صورت هستن دوستان. قطب مؤنث به فکر آشتی هست دوستان. خب به فکر آشتی هست ولی الان خودش رو کنار کشته، یعنی که در مورد آشتی با قطب مذکر شاید داره فکر میکنه آیا درست هست، صحیح هست یا نه، و خودش رو داره رها میکنه، حتی از فکر آشتی داره خودش رو رها میکنه. ببینیم قطب مذکر به چه صورت دوستان. قطب مذکر به فکر عشق جدید در زندگیش هست. خب و میدونه که باید برای مسائل احساسی چیکار کنه، زحمت بکشه و به فکر این هستش که به یک سفر خوبی با عشق جدیدی که توی زندگیش میاد یا هست انجام بده. و قطب مؤنث داره چیکار میکنه؟ داره خودش رو رها میکنه. برای همین هست داره کارمایی پس میده قطب مذکر دوستان. خب برای یه سری ها با کس جدیدی ملاقات کردن و اینکه دارم میبینم که ببینم حرف از الشیمی میزنه دوستان و کارت بعدی حرف ببینیم قطب مؤنث بیشتر میخواد با زندگی احساسیش آشتی کنه و میخواد به سمت کسی بره که هم به سمتش گرایش داره و هم شادی آفرین براش باشه. خب بریم قطب مذکر به چه صورت است. قطب مذکر دوستان میخواد با عشق جدید یا عشق جدیدی وارد زندگیش شده و میخواد این کار انجام بده یا اینکه میخواد متعهد بشه با شروع دوباره با قطب مؤنثش. خب و دارم میبینم که به فکر ببینید قطب به فکر رابطه گذشتهش که قطب مؤنثش هست دوستان، ممکن هست باشه. برای یک سری ها دوستان اگر که شما رابطه گذشتهش نیستین توجه کنین، به فکر این هستش که به رابطه گذشتهش چیکار کنم با عشق جدیدی که توی زندگیم الان اومده.
خب نمیدونه چی کار کنه. ایمان داره که سرنوشت کمکش خواهد کرد. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چی بهمون میگن. اسپارک آف لاف استفاده میکنم. کارت بعدی دوستان حرف از ببینین قطب مؤنث دارم میبینم که دچار کشمکش هست و شک و تردید زیادی داره توی مسائل احساسیش و مسائل براش آنچنان روشن نیستن. برای یک سریاشون هم با قطب مذکر در یک کشمکشی هستن دوستان و دارم میبینم اینجا که حرف از قطب مذکر میزنه که داره جلو میره، پیشرفت میکنه در مسائل کاریش. ببین در مورد مسائل احساسش، مسائل کاریش افتاده. و اینکه دارم میبینم اینجا که داره چیکار میکنه، مسئله توی زندگیش تمام شده، سخت بوده و داره چیکار میکنه، داره خودش رو بالا میکشه در واقع. خب بریم ببینیم کارتای بعدی چه خبر هست. کارت بعدی دوستان حرف از دست به عمل زدن میزنه و اینکه این کارت بعدی حرف از تقسیم میزنه، دست و دلبازی، دست و دلبازی دوستان. پس قطب مؤنث در مقابل قطب مذکر میخواد دست و دل باز باشه، تقسیم کنه چیز رو، دست و دل باز باشه. خب بریم ببینیم کارت دیگه چی هستش. قطب مذکر دارم میبینم که ایستاده، باز هم جلوی قطب مؤنث ایستاده. و اینکه دارم میبینم که مسائل خیلی گم و گیج هست در مورد مسائل احساسیش. پس به طور کلی قطب مؤنث به فکر این هست دوستان که دو مرتبه شاید زندگی احساسیش با قطب مذکر یا شخص دیگه چیکار کنه، دست و دلبازی باشه و شادی داشته باشه، شخصی وارد زندگیش بشه. و این در حالی که قطب مذکر کاملا ایستاده در مقابل قطب مؤنث ایستاده. عشق جدید بیاد اشکال نداره، ولی در مقابل قطب مؤنث ایستاده. چرا؟ چون فکر میکنه که مشکلات زندگیش، تغییر تحولات سختی که توی زندگیش به وجود اومده به خاطر قطب مؤنث هست. خب بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. ببینید دوستان قطب مؤنث دارم میبینم دچار بحران هست. الان در حال حاضر در مورد زندگیش، در مورد زندگی گذشتش دچار بحران هست. خب و قطب مذکر هم شک و تردید بسیار بسیار زیادی داره. و اینکه در مورد چی؟ در مورد یک عشق، در مورد یک تعهد در مقابل قطب مؤنث. ولی قطب مؤنث میخواد از این به قول معروف بحران در بیاد دوستان. و اینکه چیکار کنه؟ دست از یک سری از مسائل، از یک بحران در بیاد و نمیخواد توی یک رابطه یه سطحی باشه. برای که برای قطب مؤنث الان رابطهش با قطب مذکر شده یک رابطه سطحی. ببینید قطب مذکر به فکر یک شانس دوباره توی زندگی احساسیش هست دوستان و اینکه میخواد خوشبخت باشه. کارتای بعدی رو میکشم. حرف از قدرت میزنه و اینکه دارم میبینم که قطب مذکر مؤنث داره قدرتمند میشه دوستان و اینکه داره خودش رو رها میکنه. قدرت میدونه که با گذشت زمان قدرتمند میشه و خودش رو از یک سری از مسائل سخت، مسائلی که زندگی شده گرگون کردن، داره خودش رو رها میکنه. و قطب مذکر پیش خودش میگه فقط یک پله شکسته، بقیهش که هستم. خب به فکر این خیانتی که شاید در حق قطب مؤنث کرده هستش و برای خودش چیزی نیستش، آنچنان مهم نیستش و دارم میگم شکست خورده. در مقابل قطب مؤنث، قطب مذکر شکست خورده دوستان و قطب مؤنث رو میبینه مسئول یک سری از مسائل سخت توی زندگیش. با گذشت زمان قطب مؤنث داره قدرت میگیره، میدونه درخت تنومند شدن یک شبه نیستش دوستان. و اینکه بریم ببینیم کارت بعدی، میدونه که خودش رو رها کرده ولی و اعتدالی توی زندگیش به وجود اومده، ولی این اعتدال بسیار بسیار نسبی هست.
و اینکه دارم میبینم به فکر این هستش که چگونه چگونه بتونه مسئله توی زندگیش رو قطب مذکر دوستان چگونه بتونه به یک احساس کامل شدن در زندگی احساسش برسه، چون حالش خوب نیست دوستان. متوجه هست که خودش کار کرده ولی با همین احوال نمیخواد مسئولیت پذیر باشه و خودش هم در بحران هست. اینجا قطب مؤنث در بحران هست، اینجا خودش در بحران هست، بحران هست و داره حالش بد هست چون میخواد سبکبال باشه ولی کارهایی کرده که واقعا حالش خوب نیست. خب خب دوستان، پس با هم دیگه دیدیم که قطب مؤنث روی خودش کار میکنه، از زندگی گذشتهش روی خودش رو رها میکنه، حاضر هست حتی با قطب مذکر هم مذاکراتی داشته باشه، از یک کارات در کشمکش در بیاد، ولی دارم و اینکه دارم میبینم که داره قدرت میگیره، خودش رو رها میکنه از یک سری از مسائل و میدونه که مسائل یعنی یه اعتدالی توی زندگیش به وجود اومدن چی هستش، مشکل هستش و باید زمانی بگذره. این در حالی هستش که قطب مذکر به فکر یک عشق جدید هست و هم به فکر تعهدی که در گذشته داشته. ببینین یک سری از مسائل سخت توی زندگیش رو مقصر قطب مؤنث میدونه دوستان و جلوی قطب مؤنث حالا تنبیهت میکنم، حالا من با تو چی هستش کاری انجام نمیدم، میایستم جلوی تو. این در حالی هستش که در درون خودش میخواد چیکار کنه، شانس دوباره بده، باشه که شک و تردید داره دوستان و میخواد خوشبخت باشه. حالا ببینین کاملا شکست خورده در مقابل قطب مؤنث و دست به سر هست و اینکه میدونه که اون قسمت پازل قلبش که گم شده قطب چی هستش، قطب مؤنثش هست. خب حالا بریم ببینیم که قطب مؤنث چه سخنی داره برای قطب مذکر دوستان. حرف از صبوری میزنه و اینکه میگه که من تفاوت‌هام رو با تو میپذیرم. قطب مؤنث، قطب مؤنث بهتون گفتم دوره نقاهت رو پشت سر میذاره، صبوری میکنه و اینکه معتقد هست و اینکه میگه که ملاقات من و تو نوشته شده بود، خودشو آزاد میکنه. دقیقا کارتی که اینجا افتاده بود، خودم رو آزاد کردم از چنگال تو و من حالم خوب هستش، بسیار عالی. و اینکه دارم میبینم که خیلی به خودش مغرور هست، افتخار میکنه در واقع و خودش رو نمیخواد تحت سوال بذاره. دقیقا دوستان حق داره قطب مؤنث و دارم میبینم اینجا احساس میکنه که قطب مذکر دستش انداخته و اینکه میگه من نمیخوام دیگران منو مسخره کنن و آره دیگه متوجه شده که آقا یا خانم باهاش چه رفتاری داره و اینکه دارم میبینم بسیار لجباز هست و اینکه نمیخواد از خر شیطان قطب مؤنث بیاد پایین و اینکه نمیخواد نظرش رو در مورد مسئله عوض کنه. مرغ یه پا داره و کاملا حق دارم، حق بهش میدم، مرغ یه پا داره. ببین قطب مذکر چجوری هستش، خودش رو داره رها میکنه، قطب مؤنث روی خودش داره کار میکنه و آفرین و متوجه شده، یک سری چیزها رو متوجه شده، ولی با همه این احوال سعی میکنه اینجایی که میگه که نظرمو عوض نمیکنم، شاید خیلی جاها نظرش رو عوض کرده و یک جاهایی هستش که فعلا داره مدارا میکنه. قطب مذکر هم مثلا میشه مسدود الله هست، اصلا مسدود خدایی هستش دوستان. این شخص یه نفر منو مسدود کرد و من به خاطر این شخص نمیتونم تکون بخورم و من میخوام که از اهداف خودم هم جلو بزنم و من میخوام تو رو شگفت زده کنم. بالا به خدا قطب مؤنث همچه چیزی رو نمیخواد، میخوام سبکبال باشم و میخوام هر بچه بازی در بیارم و هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. آفرین، این کار خوبیه، بچه بازی در بودن، سبکبال بودن. من فهمیدم رابطه خودم رو با تو و اینکه من میدونم که سرنوشت قسمت من با تو هست. خب آفرین، بیدارم شد از نظر معنوی و اینکه میگه که من مخ تو رو به کار میبرم تا اینکه خودم فرار کنم و در واقع از خودم خجالت میکشم. خیلی خوب، خوبه که میفهمه و اینکه میگه که من نمیدونم برای چی، من نمیدونم که کی هستم و اینکه نمیدونم برای چی از تو فرار میکنم. خودش هم متوجه شده دوستان که دیوونه بازی باید در بیاره توی زندگیش، وگرنه الان خودش هم متوجه شده الکی الکی فرار کرده، الکی الکی خیانت کرده، الکی الکی حال قطب مؤنث رو بد کرده و الان خودش مونده و خودش و شیخ سعدی و جوال دوزش دوستان. خب بریم ببینیم که چه پیامی داره قطب مؤنث برای قطب مذکر. میگه که بذار زندگی سورپرایزت کنه و اینکه برای اینکه خوشبخت زندگی کنیم، مخفی زندگی کنیم، بسیار درست حسابی و من کاملا موافقم. قطب مذکر چی دوستان میگه؟ میگه که زندگی سلسله ای از اتفاقات تجربیات هست که باید زندگی کنیم. خیلی خوب، اینم درس گرفته،
از یعنی میگه من درس گرفتم در واقع، و اینکه میگه اگر بدونی چقدر دلم برات تنگ شده، متوجه اشتباهاتش شده. خب مذکر دوستان، خب دوستان عزیزان، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش.